سلسله دروس معاد جلسه 165 تاریخ 18/8/76 استاد شجاعی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائه اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. خب در مورد حیات نازله درباره دنیا، در دنیا صحبت کردیم و گفتیم که از اثرات حیات عبارت است از علم و اراده، و چون حیات دنیا حیات پستری مرحله حیات هست، انسان در اون از علم و اراده کمی برخوردار هست. بحث این است که قبل از اینکه وارد این بحث بشن، بحث جدید که آیا انسان ها از طریق فکر و عقل میتونن به عوالم غیبی پی ببرن یا نه، یه بحثی رو کردن که تذکرش لازم است. اون این بود که پی بردن به عالم از نظر علمی، البته به عالم، به حیات بالاتر یا به عوالم بالاتر، با شهود فرق داره. این دقت بفرمایید، شهود یعنی اینکه انسان خودش مستقیما با اون عالم در ارتباط هستش، اما درک علمی چیز دیگری هستش. بحث این هستش ما از نظر درک علمی و عقلی میتونیم عالم برزخ رو و عالم غیبی رو درک بکنیم یا نه، به این درک عقلی و فکری میتونیم برسیم. اینا این جدای اصلی است، جدای از شهود است. مثلا شهودی مرتبه بالاتری هستش. فعلا اول مرتبه اولش رو ثابت بکنیم که میشه واقعا از نظر فکری و عقلی به عوالم غیبی پی برد. گرچه ادراکات انسان در حیات نازله دنیوی بسیار محدود است، ولی با همین ادراکات محدود میتواند با عالم خارج از وجود خود ارتباط پیدا کرده و با واقعیت های وجود و هستی در تماس بوده و با دقت و تدبر در آنها و در ابعاد مختلف آنها به حقایق و واقعیت های برتر و به عوالم پشت پرده و به آنچه محجوب از آنهاست پی ببرد. به بیان دیگر، انسان در مرتبه نازله حیات خود از ادراکاتی برخوردار است که میتواند به کمک آنها و با آنها قسمتی از واقعیات وجود و هستی را بیابد و روی یافته های خود تجزیه و تحلیل نموده و به دقت بپردازد و با حرکت فکری و با تعقل به آنچه نمییابد نیز پی ببرد. اصولا انسان در حیات نازله دنیوی باید از ادراکات خود این استفاده را داشته باشد که با بکار انداختن آنها و با تدبر در وجود و هستی به حقایق برتر و واقعیت‌های بالاتر وجود نائل آید و راه خود را نیز بیابد و از راه خود به سوی کمال خود در حرکت باشد. یعنی اصولاً این حیات نازل و این ادراکات نازل و محدود ابزار بیش نیست. این حیات و این ادراکات فقط برای این است که انسان به کمک آنها به حرکت افتاده و به سوی کمال خود در حرکت باشد تا به مقصد نائل گشته و از حیات عالی انسانی برخوردار باشد. خدای متعال حیات نازله و ادراکات نازل را برای همین منظور به انسان داده است. در حقیقت خدای متعال با دادن حیات دنیوی و ادراکات از یک طرف و قرار دادن آیات و نشانه ها از طرف دیگر و تذکر و یادآوری ارشاد و هدایت به وسیله انبیا از جانب دیگر میخواهد انسان را به حرکت آورده و او را به حیات بالاتر و کمال انسانی نائل بگرداند. بحث این هستش که در قرآن شما هر طور ملاحظه می‌فرمایید
از ما انتظار داره خداوند تبارک و تعالی که ایمان به غیب بیاریم. در همون آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره این کتاب رو میگه، این نامه‌ای که من نوشتم، این کتابی که من نوشتم برای کسایی که ایمان به غیب دارن و برای هدایت اونهاست. کسی ایمان به غیب نداره، قرآن او رو هادی نیست. در قرآن از ما خواسته که به وسیله تعقل به عوالم غیبی بالا پی ببریم. و از ما خواسته که ما با آیاتی که در دنیا میبینیم و مطالعاتی که در آیات الهی انجام میدیم پی به عوالم دیگری ماورای عالم دنیا ببریم. و کسانی رو که اهل این نوع تفکر نیستن و از این آیات برای پی بردن به عوالم دیگه استفاده نمی کنن به افراد انتقاد میکنه از این افراد و اینها رو دور از فطرت انسانی و غیر عاقل و کر و کور مینامه. مثلا در سوره مبارکه واقعه چندین آیه رو ذکر میکنه که ما متوجه بشیم. افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون. اون چه که شما امنا میکنید در رحم زن و بچه متولد میشه و خلق میشه، این رو شما خلق یا ما کردیم؟ نحن قدرنا بینکم الموت و ما نحن مسبوقین الا ان نبدل امثالکم و ننشئکم فی ما لا تعلمون. صحبت از مرگ و نشئه میکنه که ما نمیفهمیم. بعد این جمله رو میفهمد ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون. شما نشأه اولا دارید میبینید، این نشأه که درش هستید، چرا متذکر نشأه آخرت نمیشید؟ یعنی چی؟ یعنی کسی که اهل تعقل هست، اهل تذکر هست، فکرش رو به کار بیاندازه، از طریق همین تعقل و فکر هم میتونه پی ببره که ورای این عالم باید عالم دیگری وجود داشته باشه. به اسباب و علل ما در بحث نسبت اینو چجوری رو میندازیم؟ در بحث نسبت میگیم ما جنین دارای در عالم رحم در دوران جنینی دارای تجهیزاتی میشه که اون تجهیزات به هیچ وجه در عالم رحم به کارش نمیان. همین که ما نگاه کنیم به جنین در رحم متوجه میشیم که این تجهیزات برای اونجا نیستش، برای جای دیگه ای داره تهیه میشه. اینجوری که داره با این سرعت در این 9 ماه تون دو تون هی تجهیزات تهیه میکنه، آماده میکنه، پا تهیه میکنه، دست تهیه میکنه، چشم تهیه میکنه، گوش تهیه میکنه، دستگاه تنفس تهیه میکنه، این چیزا که تهیه میکنه اونجا که اون عالم جای این چیزا که نیستش که. پس نگاه به رحم متذکر به دنیا میکنه انسان اگر کسی درست نگاه کنه به جنین. در دنیا هم انسان خیلی چیزا هستش که دنیا کوچکتر از اونی هستش که انسان داره اون هستش. دنیا خیلی کوچکتر از اونی هستش که بخواد جوابگوی این تمناهای انسان رو بده. انسان قوایی داره، چیزهایی داره که تو دنیا اصلا ارضا نمیشه، دنیا با همه بزرگیش نمیتونه جواب بده. بی نهایت طلبی انسان در همه کمالات یه چیزی هستش که هیچ وقت ارضا نمیشه. و خیلی چیزهای دیگه هستش در انسان. و در مسائل اجتماعی، در مسائل حقوقی، در روابط بین انسان‌ها مسائل پیش میاد که معلوم هستش که اصلاً دنیا جوابگوی این روابط نیستش. قرآن میفرماید شما به نشأه اولا توجه بکنید، متذکر آخرت هم خواهید شد.
ولی شما توجه نمی کنید. یعنی اگه کسی به دنیا خوب نگاه بکنه متوجه آخرت میشه. دنیا خودش خیلی حرف داره. یعنی خداوند تبارک و تعالی اونقدر آیه در قرآن قرار در دنیا قرار داده، در نظام خلقت قرار داده که روز قیامت بتونه با این آیات علیه دیگر چکار کنه؟ حجت اقامه بکنه. لالا یکون للناس علی الله حجت. حجتی نداشته برای مردم. مردم یا ما نمیفهمیدیم نمیدونیم. از آیات الهی میتونه خداوند تبارک و تعالی انقدر قرار داده که از طریق همین آیات الهی اتمام حجت هم میشه. با تعقل کرد، تفکر کرد. لذا بارها شما میبینید کسایی که تعقل نمیکنن و تفکر نمیکنن اینها رو چی هستش؟ اینها رو به صدا افرادی میدونه که خارج از فطرت انسانی هستند. به کار نینداختن چشم و گوش و عقل این زلالت است. یه نکته دیگه قبل از وارد مسئله بشیم این هستش که توی در صفحه 205 صفحه قبلی کتابتون یه مرتبه این بند آخر توجه کنید. اصولا انسان در حیات نازله دنیاوی باید از ادراکات خود این استفاده را داشته باشد که با بکار انداختن آنها و با تدبر در وجود و هستی به حقایق برتر و واقعیت حال بالاتر وجود نائل آید. با چی؟ به وسیله تدبر. که چی بشه؟ راه خود را نیز بیابد و راه خود به سوی کمال، به سوی کمال خود و در و از راه خود به سوی کمال خود در حرکت باشد. یعنی چی؟ یعنی اصولا اگر ما با قوه تعقل و تفکرمون نتونیم تشخیص بدیم که یه راهی داریم، یک بی‌نهایتی داریم، ورای این زندگی زندگی دیگری داریم، قطعا خودسازی و آماده سازی هم معنا پیدا نمی کنه. باید در وجود انسان قوه قدرتی باشه که این حقیقت رو بتونه تشخیص بده که وقتی پیامبر داره خطاب میکنه بهش بفهمه و بگیره و قبول کنه، وقتی دعوت داره میشه بهش بپذیره. اگر کسی نپذیرفت این رو، او چگونه میتونه خودش برای ابدیت خودش آماده کنه؟ او چگونه میتونه اصلا خودسازی بر مبنای ابدیت میکنه؟ خیر، او فقط خودش رو در محدوده دنیا میبینه و همه ارتباطات و سازندگی ها و تلاش هاش هم برای چی هستش؟ برای دنیا. یعلمونه ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. لذا از این جهت که انسان هدفدار هست و بیهوده خلق نشده هم انسان باید چی هست؟ باید اون قوه عاقله رو، قوه تشخیص رو خداوند در وجودش قرار بده. به کار نیانداختن چشم و گوش و عقل این زلالت است. این همون چیزی هستش که الان توضیح دادیم. یعنی کسی که اینها رو به کار نمیندازه قطعا آمادگی هم برای حیات بعدی و مرحله بعد حیاتش و بالاتر حیاتش نخواهد داشت. بنابراین چی میشه؟ گمراه میشه. یعنی تلاشی که در دنیا میکنه چی هستش؟ بیهوده است. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. سعیشون باطل است در دنیا ولی فکر میکنن که دارن خیلی خوب عمل میکنن، خیلی قشنگ عمل میکنن، راضی هستن از تلاشای خودشون. به همین لحاظ که ادراکات انسان در حیات نازله دنیاوی در اصل برای راه یافتن انسان به حقایق و عوالم وجود و برای راه یافتن انسان به سوی کمال حیات بالاتر میباشد و بدین منظور است و بس، میبینیم که قرآن کریم آنانی را که از ادراکات خود در حیات نازله خود این استفاده را نمی کنند در ضلالت دانسته و آنان را مانند کسی می دانند که ابزار عمل به دست اوست و عملی انجام نمی دهد. یعنی چی؟ یعنی که انهو نداره اینها رو. دوید دقیق فرمایید. وَلَقَدْ ذَرَعَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اولایک هم الغافلون. چقدر حرف داره این آیه. میفهمد که قطعا برای جهنم عده کثیری از جن و انس رو ما چکار کردیم؟ آماده کردیم برای این کار. در نظر گرفتیم که اینو برن جهنم، نه چه ما خواستیم برن و اینجوری هست. حالا این جن و انس که میخوان برن جهنم، بخوام برن جهنم چجوری هستش خصوصیتشون؟ لهم قلوب لا یفقهون بها. قلب خود ما بهشون دادیم اما تفقه با این قلب نمی کنن. خیلی عجیب است رابطه قلب و تفقه. این نکته ظریفی است که باید روش کار بشه.
رابطه چی؟ قلب و تفقه. قرآن یکی از فعالیت مهم قلب رو چی میدونه؟ تفقه میدونه. بحث رابطه بین علم و عقل هم بحث زیبایی هستش و رابطه بین عقل و قلب هم بحث زیبایی هست. ولهم اعیون لا یبصرون بها، اینها چشم دارن اما ابصار باش نمی کنن. دقت میکنید؟ ابصار به معنی دیدن نه ها، یعنی اونی که باید بفهمن ببینن از این چشم استفاده کردن نمی کنن. ولهم آذان لا یسمعون بها، گوش دارن اما نمی شنون با این گوشا. پس خب چی هستن؟ میگه اولئک کالانعام بل هم اضل، اینها مثل چهارپا هستن بلکه بدتر هستن. چرا بدتر هستن؟ چون به چیزهای مجهز شدن که اونها ندارن، ولی در این حالی که به ابزاری بالاتر از ابزار انعام و چهارپایان مجهز هستن مثل اونها رفتار میکنن، لذا پستر میشن. بعد میفهمید چی؟ اولئک هم الغافلون. تعبیر غفلت توجه بفرمایید، یعنی چون غافل هستن این نشون دهنده این غفلتشون هست که نمیتونن از قلبشون استفاده کنن و از چشمشون استفاده کنن و از گوششون استفاده کنن. اگر این غفلت رو نداشتن استفاده میکنن از غافل هستن. مطلب بعد اینه که چرا جهنم رو داره میاره، یعنی اگر کسی استفاده کرد از قلبش و از عقل و فکرش او راهش رو بهشت هستش. جهنم توجه فرمایید، جهنم مخصوص کسایی است که در دنیا تعقل نکرد، جای اون هست، جای کسایی است که فکرشون رو کار ننداختن. جهنم مخصوص کورهاست، مخصوص کرهاست، مخصوص لالهاست، مخصوص مردگان هست، کسایی که هیچ حیاتی پیدا نکردن، از حیات انسانی بویی نبودن، بهره نبودن. در این آیه شریف جهنمی بودن و به هلاکت اخروی افتادن عده کثیری از جن و انس را معلول عدم استفاده آنها از ادراکات اعطا شده به آنها میداند و میگوید آنان قلب دارند و تفقه نمی کنند و چشم دارند و نمی بینند و گوش دارند و نمی شنوند. سپس آنان را در ضلالت دانسته و گمراه تر از حیواناتی که فاقد ادراکات انسانی هستند می داند. وضعیت داشتن ادراکات و استفاده نکردن از آنها و پی نبردن به حقایق در یک غفلت و بیتوجهی خاص به حقایق روشن حساب می کند. بنابراین ما در برای همین هم هستش در منابع دینیمون، در معارف اسلامیمون، ما علم رو مساوی با بهش میدونیم و جهنم رو مساوی با و جهر رو مساوی با جهنم. لکل شیء طریق و طریق الجنه العلم، پیامبر فرمود صلی الله علیه و سلم، یعنی برای هر چیزی راهی است و راه بهشت علم است. در مقابل چی هستش؟ الجهل یفسد الاخره، یفسد المعاد، جهل معاد رو چکار میکنه؟ فاسد و تباه میکنه. نیستش. لذا معلوم است که این علم هر علمی نیست، علمی هستش که شما رو واقعا از دنیا آگاه به بهش میکنه و در اونجا چکار میکنه؟ حرکت میده. و جهلی هم که معاد و فاسد میکنه هر جهلی نیست. جهل به چی هست؟ جهل به خود معاد هستش. توجه به این نکته لازم هستش. و همچنین روایت داریم 6 گروه وارد بدون حساب وارد جهنم میشن. یک گروه چی هستن؟ جهال هستن، بی حساب وارد جهنم میشن. بقیه گروه هم که بی حساب وارد جهنم میشن اونا جز جاهل ها هستن، اونا جز جاهل ها هستن، ولی اونا خصوصیت دیگه هم داره. بنابراین گرچه همه انسان ها در حیات ناظری خود بر اثر ضعف حیات و ضعف ادراک از دریافت، این نکته رو بگم که سوء تفاهم نشه، و اون هستش که منظور از اون جاهلی که به جهنم میره جاهل های مقصر هستن، نه جاهل هایی که قاصرند و دیگران نذاشتن که اون آگاهی پیدا کنن، جاهل هایی که میتونستن بفهمند و نفهمیدن و خودشون رو دور نگه داشتن. بنابراین گرچه همه انسان ها در حیات ناظری خود بر اثر ضعف حیات و ضعف ادراک از دریافت و شهود حقایق برتر وجود و عوالم برزخی و اخروی عاجز و قاصرند و آنها را نمییابند، ولی با به کار انداختن ادراکات ضعیف خود میتوانند به آسانی به حقایق و عوالم برتر پی ببرند
و به آنها ایمان آورده و به راه کمال خود هدایت شود. همه انسان ها می توانند با بکار انداختن ادراکات خود به حقایق وجود و به حقایق مربوط به مبدع وجود و حقایق مربوط به منتهای وجود پی ببرند و این قدرت ادراکی را دارند. چه وقتی در برابر دعوت انبیاء الهی قرار می گیرند، با استفاده از ادراکات خود دعوت آنان را ببینند و بشنوند و در گفته های آنان بررسی کنند و به آنچه آنها می گویند پی ببرند و از آنچه آنها خبر می دهند با خبر باشند و صدق گفته های آنان را با بکار انداختن ادراکات خود و فکر و عقل و چشم و گوش خود بیابند. خب ممکن نیست خداوند پیغمبر رو بفرسته، پیغمبری رو بفرسته، پیام پیغمبر جایگاه در وجود انسان ها نداشته باشه، در وجود انسان نداشته باشه. قرآن خیلی اصرار داره که به ما بگه که هدایت هر موجودی بر اساس جهاز وجودی اوست، بر اساس جهاز وجودی اوست. در جلد اول اگه خاطر شریفتون باشه، در بحث جهاز وجودی و هدایت که هر هدایتی بر اساس جهاز وجودی هست، مطالب مفصلی رو توضیح دادیم. اگه خاطرتون شریفتون باشه، در جلد اول یکی از چیزهایی که در مورد هدایت خوندیم چی بود؟ مسئله مراحل چهارگانه خلق، تصفیه، تقدیر و هدایت که از سوره مبارکه اعلا خوندیم. الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا، یعنی خلق کرده، تصفیه نموده و تقدیر کرده، اندازه‌گیری کرده و بعد هدایت میکنه. هدایت چی هستش؟ بر اساس اون سه مرحله قبلی صورت میگیره. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. ثم یعنی چی؟ یعنی ترتب داره، همزمانی نیست، تقدم هم نیست، تأخر است. یعنی هدایت بر اساس خلقت ویژه صورت میگیره. بر اساس چی؟ خلقت و جهاز وجودی ویژه صورت میگیره. اول خلق میکنه، جهاز وجودی ویژه رو بهش میده، بر اساس این جهاز وجودی رو هدایت میکنه. پس وقتی در مورد انسان نبی رو میفرسته، یعنی در خلقت ویژه انسان چیزی رو که منطبق با کلام نبی هست قرار داده. انسان این قدرت رو داره که پیام انبیا رو بشنوه. لذا فرمود فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت بده به بندگان من که قول رو، حرفا رو میشنون، همشون رو بهتریشون چیکار میکنن؟ انتخاب میکنن. یعنی انسان این توانایی داره وقتی کلام پیامبر بهش میرسه، حرف فطری است دیگه، با فطرت اون تنظیم شده کلام پیامبر، تشریع منطبق بر تکوین هستش، این پیام به اون میرسه، او بفهمه. برای همین پیامبر فهمود چیه؟ ما به اندازه فهم مردم باشون تکلم میکنیم، به اندازه فهم هر کس باید تکلم کنیم. لذا اون چی که ماها بفهمیم به ما دادن. و شما همین دعوت رو اگه خالصانه، بدون اینکه از خودتون بخواید چیز اضافه کم بکنید، به یک عقل سلیم عرضه بکنید، او چی هستش؟ او میپذیره، این رو راحت میپذیره. اون که عقلشون چی هستش؟ سالم هست، قلبشون سالم هست، عقلشون سالم هست. اینها که عناد ندارن، لجاجت نمیکنن، وقتی پیام برسه خوب میگیرن، خیلی خوب دعوت رو قبول میکنن. خب علت سرعت فهم متعهد رحمت الله علیه میگه علت سرعت پیشرفت اسلام در جهان علارغم ضعف امکانات مادیش در مقایسه با پیشرفت کند مسیحیت علارغم امکانات زیاد مادیش این هستش که اسلام با فطرت سازگاری داره. یعنی پیامی که پیغمبر میفرسته با چیزی که در وجود توست یکیست. لذا اگر معلم، مربی حرفی رو که با فطرت شخص تنظیم شده باشه بزنه باهاش، چی هستش؟ او هدایت میشه و رشد میکنه. همه انبیاء الهی در دعوت خود به سوی مبدأ و معاد و حقایق مبدأ و معاد و همه حقایق و معارف با دلائل و بینات و شواهد بسیار غنی و جامع و هدایت کننده پیش آمده و سعی نمودند که انسانها را متوجه آیات و دلائل و بینات بکنند
و عقل و فکر و ادراکات آنها را به راه انداخته و از این راه آنها را به حقایق مبدأ و معاد و همه حقایق و معارف هدایت کنند. فکرک یهدیک الی الرشاد و یهدوک الی اصلاح المعاد. فکر که بکنی فکر تو رو به هدایت می‌کشه. لذا دائما قرآن و روایات تشویق کردن به چی؟ به تفکر. دائم به تفکر تشویق کردن، به تعقل تشویق کردن. معلم و مربی قوی و آگاه به کار کسی است که دیگران رو به تعمق و تفکر وادار میکنه. معلم کسی نیست که دائما اطلاعات میده فقط، بلکه چیکار میکنه؟ یه مربی، مربی یعنی همون تربیت کننده دیگه، رشد دهنده، کسی است که شخص رو وادار میکنه که تعمق بکنه و تفکر بکنه. چرا؟ چون آقا اصل و اساس قبول دعوت انبیا تو وجود هر کسی هست، لازمی تو حجم زیادی از اطلاعات بهش بدی، بلکه شما چیکارش کن؟ شما او رو وادار کن بیشتر به تفکر. فرق یه معلم موفق یه مربی موفق همین هست که در ضمن اینکه اطلاعات میده وادار به تعمق هم میکنه. حتی نوع اطلاعات دادنش هم نوع اطلاعاتی هستش که شخص رو وادار به چی میکنه؟ وادار به فکر میکنه. چرا تا شما حرف کمی بزنی اما تخم تفکر رو در دل شخص بکاری، رهاش میکنی و او مجبور فکر بکنه. وقتی فکر کرد خودش چی میشه؟ یهدیه که الرشاد، فکر هدایتت میکنه به سمت رشد. این خیلی مهم است که ما بتونیم فکر رو ایجاد بکنیم. مربی باید بید تو وجود شخص اون چیزی که سنخیت با دستگاه تبلیغی انبیا داره فعالش بکنه. اگر اونو فعال کرده چی میشه؟ این دوتا با هم هماهنگ میشن، وقت خودش راه میفته میاد، کشیده میشه به سمت نور. لازم است تو هی دائما بخوای با تحمیل و فشار و تماس و نمیدونم چه و چه و چه او رو هی بکشی بیاد، خودش از هر جا شده راه دور و نزدیک میشه میاد، همیشه میاد. این خیلی اهمیت داره. برای همین یکی از رمزهای مهم پیشرفت اسلام همینه که جایگاه وجودی، جایگاه فطری داره در ارواح، در ارواح مردم. اگر در قرآن کریم و در آیات آن دقت بکنیم میبینیم که قرآن کریم در دعوت خود با دلائل و بینات و با براهین بسیار محکم و روشن، آن هم با روشهای متنوع و در سطوح مختلف، یعنی برای فهمهای مختلف و با اسطوره به خصوصی پیش آمده و انسانها را با استدلال و تعقل و تفکر و حرکت فکری و عقلی و سیر و حرکت دادن در واقعیتهای عینی ثابت و واضح به سوی حقایق وجود و حقایق مبدأ و معاد و همه اسرار و دقایق وجود هدایت می کند. از اول قرآن تا آخر آن دلیل و برهان است و آیه و بیانه است. نه تنها در هر موضوعی با دلایل خاصی پیش می آید و براهین آیات روشنی ارائه می دهد، بلکه در همون موضوع که با دلیل و برهان آن را بیان می کند باز دعوت به تعقل و تفکر و بررسی و آیات و نشانه ها می کند. همین روش بزرگان ما دارن. بزرگان ما استدلالشون می کنن، آخر سر میگن چیه؟ فتحم. ها؟ فتحم یعنی چی؟ ها؟ یا فتعمل. ها؟ تعمل کن، فکر کن. و نه تنها میخواهد عقل و فکر و ادراکات انسانها را به کار انداخته و بررسی در آیات وجود و تفکر و تدبر در آنها وادار بکند و از این راه آنها را به حقایق آشنا سازد، بلکه از فکر نکردن و تعقل ننمودن و از ندیدن و نشنیدن آیات و نفهمیدن و بررسی نکردن آنها و از جمود فکری و به کار نینداختن ادراکات و از گذشتن از کنار آیات وجود و تدبر نکردن در آنها و از برخورد به آیات و نادیده گرفتن آنها شدیداً نهی میکنند و آنانی را که اینچنین هستند در ضلالت و هلاکت دانسته و فاقد کمال انسانی میبیند و این خصوصیت را یک نوع پلیدی، یک نقیصه جبران ناپذیر و
بهش انحراف و حلاکت بار، بهش مرض فساد آور می داند و آثار نامطلوب و دامنه دار این خصوصیت را به رخ انسان ها می کشد تا شاید آنانی که با این مرض گرفتار هستند به خود آیند و خود را از مهلکه آن نجات دهند و تا شاید دیگران و آنانی که هنوز به این مرض مبتلا نگشتند از این انحراف و گرفتاری اجتناب بکنند و از درک و شعور خود و از عقل و فکر خود برای خود استفاده نمایند. و کم من آیت یمرون علیها و هم عنها معرض، یا و کم من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرض. چه بسیار آیاتی در آسمان ها و زمین هست، اینها گذر میکنن بین آیات و اعراض میکنن، ترجمه نمیکنن. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. آیه زیاد میگن، فقط درست دیدن خیلی مهم است که شخص رو وادار کنی که درست چیه ببینه. سلام علیکم. آیاتی که در قرآن کریم در این زمینه وجود دارد بسیار است و ما از آوردن آنها به لحاظ کثرت و وجود نکات و اشارات دقیق در آنها که احتیاج به بحث مفصول دارد خودداری نموده و به ارباب تحقیق توصیه میکنیم که به این قبیل آیات مراجعه نموده و به دانستنی های زیاد پی ببرند و از انوار آیات الهی بهره‌مند شوند. در اینجا به عنوان نمونه به بعضی از آیات که به بررسی و تفکر و تعقل به منظور رسیدن به حقایق وجود و عوالم غیبی دعوت می کند اشاره می نماییم. در سوره آل عمران آیه های 190 و 191 می فرماید ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. در خلق آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز آیاتی هستش برای اولی الالباب، یعنی همه کسی نمی تونه اینو آیه بگیره. آیه مخصوص یک طبقه خاصی هست، کسایی که اهل چی هستن؟ تفکر هستن. گاهی وقت آیات فنی تایی رو ذکر میکنه، از همین آیات و آیات آسمانی و زمینی و اینها، اونها رو میگه لقوم یتفکرون، اهل تفکر میتونن اینها رو چکار کنن؟ بفهمن. بعض وقت آیاتی رو ذکر میکنه که برای چی هستش؟ برای علماست، فقط متخصصین کار هست. یعنی وقتی اینو بدیش دست یه فیزیکدان، او خوب در میاره قضیه رو، اما یک کسی که فیزیک نخونده یا عالم نیست به اینجور مسائل در نمیاره. شما داستان اون دانشمندی که سوره زلزال رو میخونه و مسلمان میشه رو میبینید که وقتی میخونه او میفهمه چی به چی هستش. او ترمودینامیک رو بلده، او بلده که مثلا جهان از نظر فیزیکی به ثابت میشه که به یه نقطه خاص میرسه و انفجار حاصل میشه. انفجارش هم این حالت رو داره. تمام حالت های انفجار هم قرآن ترسیم کرده. تمامه که آسمونا چی میشن، ابرا چی میشن، نمیدونم کوه چی میشه، خورشید چی میشه، همه رو گفته. او وقتی میخونه متوجه است این رو، هر کس این رو شاید متوجه نشه، اهل تخصصش. بعض وقتا میفرماد آیات لناس، آیات لناس برای مردم، کل مردم از این آیه میتونن استفاده کنن و پی برن. بعض وقتا نه، همه مردم قادر نیستن از این آیه استفاده بکنن. اهل فن هست، وقتی اینو آیه رو بهش میگی او میفهمه که این چی داره به شما میگه. بعضی قرآن روش‌های مختلفی داره، اگر رسیدیم بعضی از روش‌ها رو هم من خدمتتون عرض خواهم کرد. خب حالا این لأولی الالباب کیا هستن؟ خیلی زیبا میگه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا. قیاما در کتابش میشه اشتباه زده. و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. خیلی زیباست. کسایی که چی هستن؟ کسایی که در همه حالتشون، در قیام و قعود، در هنگامی که ایستادن و نشستن و علی جنوبه، موقعی که خوابیدن روی پهلوشون خوابیدن، تفکر میکنن. و یتفکرون یذکرون الله، یعنی به یاد خدا هستن، در همه حالتشون به یاد خدا هستن و تفکر میکنن در خلق آسمان ها و زمین. بعد چی میگن؟ بعد میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدایا این آسمان و زمین رو باطل خلق نکردی،
سبحانک فقنا عذاب النار. چرا سبحانک تنزیه میکنیم و تصریح میکنیم؟ به خاطر اینکه باطل میخواییم بطلان کار خدا رو، عبس بودن کار خدا رو چکار کنیم؟ کنار بگذاریم، میگیم نه این باطل خلق نشده، تو منزهی از اینکه کار عبسی کنیم. بعد چطور میشه یه دفعه از خلق آسمان ها و زمین انسان، ببین تدبر این کار رو میکنه، تفکر این کار رو میکنه، میره تا هدف خلقت، میره تا بهشت و جهنم و یه دفعه جهنم رو میبینه و از جهنم ترس برش میداره و بعد میگه خدایا ما رو از جهنم فقنا عذاب النار، نجات بده ما رو از آتش جهنم. یعنی در خلقت آسمان ها و زمین و پشت سر هم آمدن شب و روز آیات و دلائل و شواهدی برای صاحبان عقل و فکر وجود دارد، آنانی که در همه احوال، چه در حال قیام و چه در حال قعود و چه در حال خوابیدن به پهلو، به یاد خدای متعال بوده و در خلقت آسمان ها و زمین به تفکر پرداخته و میگویند پروردگارا این همه موجودات و آسمان ها و زمین را بی هدف و باطل خلق نکرده، پروردگارا ما را از عذاب آتش محفوظ بدار. حالا مقدماتش برای فیزیکدان بگو، مقداری که ما تفکر میکنیم فرق داره با یه نفری که در فیزیک یا در هیئت نجوم کار میکنه. مقدماتش بهش بگو، بعد بگو تفکر کن، ببین او به این یاد نمیفته، او به یاد قیامت نمیفته. چون نیوتن از تفکرات اونچنینی مسئله قیامت رو مطرح میکنه در مطالعاتش. من این متن انگلیسی رو نگاه میکردم که توی محاسباتش اصلا بحث کلامی نبود، ولی در محاسباتی که داشت میکرد در مورد همین مسائل علمی خودش مسئله قیامت رو مطرح میکنه. نیوتن یه آدم روشن. همین نیوتن از روش که قرآن استفاده کرده استفاده میکنه برای وادار کردن دیگران به تفکر. با یه مادیگرا بر سر مسئله خداوند، وجود خدا بحث میکنه، او قبول نمیکنه. تا یه روز میاد به خونه نیوتن. نیوتن ماکت ساخته بود، ماکتی از زمین ساخته بود و این بعضی از اجزای منظومه شمسی. طرف ماکت رو دید، خیلی لذت بود، خوشش اومد. به نیوتن میگه که چقدر زیباست، اینو کی ساخته؟ نیوتن میگه که هیچ، خودش درست شده، همینجوری سرهم شده خودش. طرف خیلی ناراحت میشه، بهش برمیخوره، میگه تو فکر کنی من احمقم یه همچه حرف من داری میزنی؟ نیوتن هم جواب قاطع میده بشه، میگه تو هم فکر کردی که من احمق هستم؟ تو ماکتشو دیدی؟ میگه کسی ممکن نیست ماکت خود، نمیگه ممکن نیست ماکت خود به خود ساخته شده، من این ماکت از رو اصلش ساختم. اون وقت اصلش همینجوری خود به خود به وجود اومده؟ تو فکر میکنی من احمق هستم؟ یعنی در واقع چی؟ در واقع تو احمقی که اینجوری فکر میکنی، تو ماکتش رو قبول نمیکنی که کسی نساخته باشه. اون وقت اصلش رو چطور میتونی بپذیری؟ این وادار کردن به چیه؟ وادار کردن به فکر هست. یه سوال به موقع و به جا، روشی که لقمان علیه السلام داشت و چیزهای دیگه، روشی که سقراط علیه الرحمه داشت. اصولا تدبیر امر وجود به نحوی که تدبیر می شود و تفصیل آیات وجود که از جانب مبدأ متعال همیشه هست، برای این است که انسان‌ها با استفاده از ادراکات خود و با مطالعه در تدبیر نظام وجود و تدبر در تفصیل آیات و نشانه‌ها به مبدأ وجود و معاد آن و وجود عوالم اخروی پی برده و سیر و حرکت همه وجود به سوی خدای متعال را بفهمند و به آن ایمان بیاورند و به حرکت خود به سوی لقای پروردگار نیز علم پیدا کنموده و ایمان بیاورند. یعنی چی؟ یعنی بابا این آسمان و زمین رو ما علکی که خلق نکنیم، خلق کنیم تو تفکر بکنیم. این همه قرآن سفارش میکنیم ما اینها رو برای تفکر تو، برای فهم تو خلق کردیم. میگه آقا اینو خدا میگه این برای تو خلق کردیم. میگه خب من چه دردم میخورم مشتری و اورانوس و نفتون و پلوتون که دست من نیستن، به چه کار من میان جالا هستن؟ و این تو وقتی اینو ببینی بفهمی باید چی کار بکنی. پا بشی میری شما دوباره عللی تللیش، فقط که برم تنی به آب بزنم و یه ذره
بگیم و بخندیم و دور هم دیگه و مثلا باقی و کبابی و سیخی و هیچ، تمامشو به پیکاش. ولی وقتی میدی اونجا به آیات الهی برخورد میکنی، کورمی و کور برمیگردی. این درختان، این فضا، این دریا، اون گلها، اون هزار چیز دست با تو حرف میتونه بزنه و تو ازش خیلی راه میتونی بگیری. چرا فکر نمیکنی؟ چرا لذت نمیبری؟ اونها اصلا میتونه انسان وادار به سجده بکنه، میتونه انسان رو در قلبش تواضع ایجاد کنه وقتی این قدرت رو میبینه. و عجیب است این حال انسان، خیلی حال عجیب است. آقا میان سرمایه گذاری های میلیونی میکنن، نمایشگاه میزنن، گالری عکس، گالری نقاشی های فلانی، بعد طرف با یه پوزی میشینه کنار اونجا، یه پیپی هم میذاره گوشه لبشو وایسیده اونجا که هر که خواست بیا توضیح بده که این نقاشی رو چی کشیده. حالا چی کشیده؟ مثلا یه برگ، یه برگ مثلا، یه دونه مو کشیده مثلا، بعد یه گل کشیده، یه درخت کشیده، یه خونه کشیده که مثلا 100 تا دونه گل ازش بیرون اومده. همه وای میسن نگاه میکنن چقدر عالیه. خب تو چرا اصلشو نگاه نمیکنی؟ فکر نمیکنی به اصلش؟ بعدم میان انقدر این نقاشو میبرنش بالا که نگو اصلا تو چیو داری که میگه این چقدر قشنگه؟ مگه تو مبنا نداری؟ مگه تو الگو نداری؟ تو الگو داری؟ یه مو، این مو نادان خیابون هست، در خونه ها هست، تو همین خونه های الان، تو همین کوچه ها هست درخت مو هستش، خود خونه هاشو مردم انگور داره میکنن. چیه بار نجسی اینکه یه دونه این درخت برگیارو بگیری فکر بکنی بهش به ریزه کاری ها. این یه بار گل رو نشستی به گل، به لطافتش، به خالص بودن رنگش، به بوش، به زیباییش، به اون مویرک های زیباش نشستی فکر بکنی؟ این نادونی وشن اینجوری هستش. انار، نمیدونم هر کدوم از میوه ها، شما هر کدومشو بگید همینطور هستش، همش شگفت، همش شگفت. ثم اتخذتم العجل من بعده فانتم ظالمون. بعد از دیدن موسی و اون همه آیات آخرت هم گوساله پرستی. ما اینجوری هستیم. قرآن مثال داره میزنه، نه اینکه حالا ما بگیم که اینا رفتن گوساله پرستن. موضوع حال خود ما هست. ما خیلی گوساله داریم، خیلی گوساله پرستی میکنیم. یه پزشک رو میگیم آخ این پزشک معرکه است تو کارش، چه کار میکنه، چه پیوندی، چه نمیدونم کار قشه، عمل جراحی بشه رو چی؟ روی خلقت خوده. بعدنی که هزاران سال مطالعه داره میشه، هنوز یه هزارمش هم نرسیدن کشف کنن چی هست. هفته ای فقط هست، 4 هفته بیماری وراثتی کشف میشه، بیماری غیر وراثتی هم کشف میشه. حالا کوتا چند صد سال هر کدومش رو علتشو بفهمن و بخوام مداواش بکنم. این مشکل تفکری هست که دائما خواست. برای همینم هم در روایت ما داریم هیچ کان اکثر و عبادت ابی ذر رحمت الله علیه، امام صادق علیه السلام، التفکر فی خلقه. این بود اکثر عبادت ابوذر، این بودش که چیه؟ در خلقت خدا تفکر بکنه. این است که امام رضا علیه السلام میفرماد کسی که تشریح ضعیف است توحیدش هم ضعیف است، کسی که تشریح بلد نیست توحیدش هم ضعیف است، کسی که هیئت بلد نیست توحیدش هم ضعیف است. چون این آیات دائما با حرف دارن با انسان، حرفای قشنگی میزنن خیلی انسان. حالا یه نفر، این مبنا مهم است، کار یه معلم و یه مربی نیستش که مبنا رو دست بده بعد وادار کنه چیکار کنن افراد تفکر بکنن. وقتی یه جا میره زیبایی ها رو که میبینه، زیبایی طبیعت رو، بتونه هم خودش و هم دیگران رو به یاد اصل و مبدع زیبایی، اصلا حقیقت زیبایی و معدنش بیاندازه. خب این آخر آیه هم بخونیم دسته برای میشن. و در سوره رعد آیه 22 سوره رعد آیه 2 می فرماید الله الذی رفع السماوات ب
بغیر عمد ترونه ثم استوى على العرش و سخر الشمس و القمر کل یجری لأجل مسمى یدبر الامر یفصل لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله اکبر الله اکبر. خدای متعال است که آسمان ها را بدون ستون هایی که ببینید برافراشت. یه طوری درست کرد که ستون هاش رو شما نمیبینید آسمان. سپس اراده او بر عرش استقرار یافت. این چی هست بماند؟ سخر اراده خود قرار کیت او به سوی وقت تعیین شد. شمس رو میگه چی هستش؟ حرکت خورشید. نه، این یکی از آیاتی که اجازه علمی قرآن است، حرکت خورشید. اونم چی؟ لعجل مسما، یعنی خورشید حرکتش وقت داره. یه زمانی میرسه که خورشید دیگه حرکتی نداره، دیگه حرکت نمیکنه خورشید. کلون یجری لعجل مسما، عجل داره هر کدوم. حرکت خورشید عجل داره، عجل سربیا تمامه. حرکت ماه عجل داره، عجل سربیا تمام هستش. ببینید انتهای حرکت داره مشخص میکنه، به جای میرسه. اینو بدهش دست یه نفر که هیئت کار کرده، دست یه نفر که نجوم کار کرده، دست یه فیزیکسان بده تا ببین چجوری با این آیه بال و پر در بیاره. یدبر الامر، خدای متعال امر نظام وجود را تدبیر میکند و آیات تکوینی را با نظم خاصی تفصیل داده. یفصل الآیات، ای کاش فرصت بود میتونستیم به این کلمات بپردازیم. بحث امر چی است و یدبر الامر چی هستش؟ یدبر الامر من السماء الى الارض چی هستش که در قرآن هستش؟ و بحث یفصل الآیات چه میگه؟ بعد میگه چی آخه اینا که چی بشه؟ و با نظم خاصی تفصیل داده و ارائه میکنه تا شما انسان ها به لقاء پروردگار خود یقین پیدا کنید. ببینید یعنی لعلکم بلقاء ربکم توقنون، ایمان یقین بکنید. یقین خیلی حرفه، یقین بیارید که خداتون ملاقات خواهید کرد، ملاقات خواهید کرد. حالا اینو به دست یک کسی که میفهمه خوب، یک کسی که میتونه تعمق کنه، از عجل مسمای خورشید و قمر بیاره. خیلی حرفه. خب حالا برای وقتی کسی ندونه و خبرویت نداشته باشه، شما بهش بگو که آقا آسمان ها ستون هایی که دیده نمیشه برافراشت و ماه و خورشید و مسخر خودش کرد و این ماه و خورشید هر کدومشون تا یه زمان معینی در حرکت هستن که شما به لقاء پروردگارتون یقین میکنید. چی میخواد جواب بدین؟ یعنی مایه های فکری این، حلقه های مفقود از نظر قیاس منطقی کجومه؟ کجاست این حلقه های مفقوده؟ این خیلی جالب است. در این آیه منظور از تدبیر امر و تفسیر آیات، علم پیدا کردن انسان ها به لقاء پروردگار از طریق دقت در این تدبیر و تفسیر ذکر شده است. یعنی در تدبیر توجه کنید، در تفصیل آیات توجه بکنید تا چی بشه؟ تا به یقین برسید، تا به یقین برسید. الان دو منبع فعلا ذکر کرد برای یقین، و عبود ربک حتی اتیک الیقین، و چی؟ تفکر کنید تا به چی برسید؟ به یقین برسید. درست شد؟ وقتی فهمیدیم که یقین شد، اون وقت اون آیات ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون ایله یعرفون هم که همون سابقه ایسان فهمون بیشتر جلوه نمایی میکنه برای ما. خب بحث بعدی، حالا اگر خواستیم بحث بعدی رو شاید من مقداری از روایات و آیات رو به مناسبت این بحث، بحثی هستش که مظلومه واقعا، بحث تفکر در خلق آسمان ها و زمین، در خلقت خدا اصلا، و بحث جایگاه تفکر در اندیشه اسلامی و جایگاه تعقل در اندیشه اسلامی یه بحثی هستش که اونطور که باید بهش پرداخته نشده و اتفاقا معمولا هم اینجوری متاسفانه تبلیغ شده که تفکر اسلامی تفکری دور از چی؟
پر است از خرافات و اعتقاد به چیزهای نامحسوس و ناملموس و خرافی، و دور از چی؟ دور از تعقل و تفکر. بیاد انشالله امام زمان ما علیه السلام که کاری بکنه که مردم با دیدن گل به یاد قیامت بیفتن، با دیدن ماهیا به سجده بیفتن، با دیدن طبیعت. همون جوری که قرآن میگه، همه اون در روایت داریم امام زمان علیه السلام وقتی میاد عقلها رو کامل میکنه. وقتی عقلها کامل شد همه میشن چی؟ اولول الباب. همه کشونن اولول الباب، وقتی نگاه میکنن به این طبیعت همه میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، همه اینو میگن. ولی خوش به حال کسی که قبل از اومدن حضرت چنان با حضرت پیوند بخوره و با اهداف حضرت که خودش همینجوری باشه، صاحب تفکر باشه. چه وقتی امام علیه السلام میاد عقلشو کامل میکنه، او به چیزهای بالاتری برسه. او از این آیات حیف است بخواد به اونجا برسه. چرا انسان شهود نکنه؟ چرا انسان نرسه به جایی که مثل سید الشهدا بگه متاقب تحتا تحتاج دلیل یدل علک؟ این خیلی خوب استش. لذا هر چیز تو این قضیه، هر چقدر تو این قضیه کار بشه، ارزش واقعی داره. تجارت حقیقی همین هست که انسان بتونه این قوه عاقله رو تقویت بکنه. این دارایی ماست برای قیامت. و عجیب هم هست که اون طرف هم مثل همین دنیاست. در دنیا دیده علما رو چی رو تحویل میگیرن؟ تو همه رشته های علوم رو هر کسی علم داره عزیز هست. اونجا هم اینجوریست. اونجا هم بر اساس میزان علم و فهم افراد و میزان عقل افراد باشون برخورد میشه. اکثر الناس قیمتن اکثرهم علما و اقل الناس قیمتا اقلهم علما. با ارزش ترین مردم عالم ترین اونهاست و کم ارزش ترین مردم کم علم ترین اونهاست. ملاک ارزش انسان ها این استش. لذا فایده ای نداره ما بریم سراغ ارزش هایی که خارج از وجود خودمون هست، با اونها بخوایم خودمون ارزشمند کنیم، چون اونها هیچ وقت به انسان ارزش و شرافت نمیدن. خوندیم در بحث مال شرافت خوب است انسان در روح خودش شرافت پیدا بکنه. فرمود چی؟ یتیم کسی نیست که پدر مادرش از این از دست داده. انما الیتیم یتیم العلم ول ادب. یتیم یتیم علم و ادب هستش. این است. این کسی که علم و ادب نداره او رو باید یتیم دونست، بی کس دونست. این خیلی بدبختی هستش. این فقر هست. اشد البلا فقر النفس. شدیدترین سختترین بلای این است انسان روحش فقیر باشه، در روح فقیر باشه. این خیلی بد استش، این زشت استش. حالا شاید انشالله جلسه آینده یه مقدار با هم روایات و آیات مربوطه به تعقل و تفکر رو یه بررسی کردیم. اگر که نکردیم بحث رو ادامه خواهیم داد، و اگر به صلاح توفیق دستات اون آیات و روایات یه مقدار در اون مورد کار بکنیم، اون خیلی اهمیت داره. الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد.